سلام و وقتتان بخیر. به برنامه فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: در ادامه تلاش‌های صلح تاکید بر اعمال فشار نظامی بر طالبان. آیا با فشار نظامی می شود که ریشه ای از مشکلات کنونی را کم کرد و گفتگوهای صلح را نتیجه بخش ساخت؟ زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی و مقام‌های شورای امنیت ملی توافق کردند که همزمان با تلاش‌های صلح فشار نظامی نیز بر طالبان یک ضرورت است. اگر موقف آمریکا به این شکلی باشه که تا به حال آقای خلیلزاد رو پیش برده، من فکر میکنم که این مذاکرات به بنبست میرسد. آقای خلیلزاد از ادامه پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سخن میگوید و میافزاید که مخالفان صلح میکوشند تا مردم افغانستان را چند پارچه بسازند. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان در سفر ماه قوسش به کابل به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح با طالبان خوشبین به نظر می رسد، اکنون پس از دیدار با مشاور امنیت ملی و مسئولان نهادهای امنیتی در صفحه توییترش بر ادامه فشار بر طالبان نیز تاکید ورزیده است. پیش از این آقای خلیلزاد سه بار با نمایندگان طالبان دیده است، اما نشست چهارمی برگزار نشد. وحید مجدا آگاه مسائل سیاسی میگوید تا هنگام که آمریکا درباره خروجش از افغانستان گفتگو نکند، این گفتگوها با بنبست روبرو خواهند شد. آقای خلیلزاد که برای سومین بار به کابل آمده است و با رهبران حکومت وحدت ملی و مقامهای امنیتی کشور دیدار داشته است، بر ادامه پشتیبانی آمریکا از نیروهای امنیتی تاکید دارد. از آغاز گفتگوهای صلح تا اکنون زلمه خلیلزاد سه بار با نمایندگان طالبان در قطر و ابوظبی دیدار و گفتگو کردند، اما نمایندگان حکومت تا اکنون نتوانستند با طالبان دیدار رو در رو داشته باشند. خلیلزاد در یک سفر چند روزه از چین و هند به کابل آمده است و قرار است به پاکستان برود. برای بحث بیشتر روی این موضوع مهمانان من آقای موساخان اکبرزاده والی پیشین غزنی و آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان کشور در بحث با من هستند. سلام بر شما، ممنون از حضورتان به برنامه. آقای اکبرزاده، آیا واقعا تلاش های آمریکا بر گفتگوهای صلح افغانستان در این مقطع زمانی با بنبست مواجه شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما وکیل صاحب عزیز و بینندگان تلویزیون تلو. متاسفانه که جنگ افغانستان بسیار طولانی شد و امید مردم در این روزایی که امریکا عملا اعلان کرد که در طول 6 ماه برای افغانستان یک مشکلی که در طول 18 سال ملت افغانستان و خود امریکا بود روبرو بود، در مدت 6 ماه رای حلش پیدا بکنه. و خلیلزاد که افغان است و طبیعت امریکایی داره و از وضعیت عمومی افغانستان نسبت به هر کسی دیگه بهترین نماینده ایالات متحده امریکا است، امیدها بسیار زیاد بود و ملاقات های روبروی خلیلزاد با طالبان برای مردم افغانستان یک امید پیدا کرده بود. متاسفانه بنبست اخیری که هر دو طرف در نتیجه فرمایشاتی که یکی به دیگه داره و شرایطی که هم از طرف امریکا برای طالبان و هم از طالبان به طرف امریکا و مورد قبول یک دیگه نمیشه، مردم افغانستان در این باره شاید بسیار مایوس بکنه. بسیار امید زیاد مردم پیدا شده که ما به طرف امنیت نزدیک شدیم، 40 سال در جنگ گذشتاندیم و ما همیشه در تلویزیون شما هم میگفتیم که در تاریخ افغانستان که از 300 سال به طرف مطالعه کنی 40 سال جنگ و 40 سال صلح بود. ما امیدوار بودیم و هر کس امیدوار بود. متاسفانه که شرایط دو طرف فرق داره. شما میبینید که طالبان برای امریکا تقریبا 3 شرط مهم پیش کرده که خروج قوات های امریکایی از افغانستان است که امو تقسیم اوقات باید تهیه بکنه و کسی روش حرف زده شود و کسی تضمین بکنه روش حرف هم زده شود و تضمین هم بکنه که امریکایی مطابق تقسیم اوقات افغانستان بیرون میشه. شرط دوم لیست سیا است که باید همه کسانی که از طالبان در لیست سیا موجود است اونا از لیست بیرون شوه و سفید شوه به اصطلاح و برخی دیگه بندی های خود طالبان هستند. متاسفانه که شرایط
در بدلش امریکا به اونا گفته که ای همه شرایطی که شما میخواین که برآورده شوه ای توسط دولت افغانستان میشه و مرجعی دیگه نداره. بعدا در رابطه گرم میزنیم آقای اکبرزاده، از آقای ناصری هم بیان دیدگاهش بپرسیم که فکر میکنید چرا، چی عوامل باعث شده، یا موافق هستین با دیدگاه آقای اکبرزاده که امون شرایط و پیش شرط ها باعث بنبست این گفتگوها شده، و شما ماموریت آقای خلیلزاد را تا اینجای کار چگونه بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی، برادر عزیز ما جناب آقای اکبرزاده و همکاران محترم تکنیکی و تمامی بینندگان محترم، ما دو نکته را میخواهیم که یادآوری کنم. نکته اول به عبارت عزیز که آمریکا یا به هر دلیلی که بود، با هر پیشبینی که بودن، آمدن یک چانس بزرگ را، یک میدان به اصطلاح بسیار وسیع سیاسی را از لحاظ تبلیغاتی در سطح بین المللی برای طالبان در این مرحله زمانی باز کرد. و چی بود؟ و عبارت عزیز بود که طالبان همیشه میگفتن که ما با حکومت افغانستان مذاکره نداریم، جانب مقابل مذاکره ما و جنگ صلح ما به اصطلاح آمریکایی هستند، و آمریکایی‌ها در قدم اول یعنی بدون مشوره با حکومت افغانستان وارد از این گوت شد و فکر میکردن که میتونه به اصطلاح کار به جایی برسانه، و از طرف دیگه حکومت محترم و همینطور شورای عالی صلح هم با کمال تاسف، با هزاران تاسف، موضوع را از ملت افغانستان پنهان نگه داشتن، و سرانجام ما و شما دیدیم که بسیار در سطح بین المللی از لحاظ سیاسی طالبان بسیار به عنوان یک قوت و یک نیروی بسیار قوی را مطرح کرد که یک پوینت منفی در مذاکره از اینا بودن. بعد بدون تردید که موضوع پریکاندیشن و شرایط پیش شرط خود مطرح کرده بودن و تا به اواخر هم به اصطلاح چیز نمی شد و افشا نمی کردن امریکایی ها. سرانجام ما و شما دیدیم که یک مرتبه از طرف کاخ سفید نسبت داده شد و گفته شدن که آقای ترامپ می خواهد نیروهای خود به نصف تقلیل بده پیش از اینکه مذاکرات از اینا به یک سطح اساسی برسه، و یک بعد از او باز کم کم متوقف شده و حرفای دارای تحلیل به اصطلاح ضد و نقیض در صحنه مدیا به میان آمد. بنابراین تا به حال آمدیم در بخش دوم سوال جنابی عالی که یعنی ماموریت جنابی آقای خلیلزاد چه رقم بوده. من معتقد هستم که آقای خلیلزاد با تمام تلاش هایی کرده تا نوزی تلاش با کمال تاسف نتیجه نداشته. چرا؟ به علت از اینکه اینمالی که گفته میشه فرزن طالبا گفته که شما بیاین وضعیت خود با ما مشخص بکنین که اساسا یعنی یک وقت موضوع این رقم مطرح میشه که روی میز مذاکره یک موضوع جزئی آجندا قرار میگره، این یک مرحله داره. یک موضوع دیگر و عبارت عزیز که یک موضوع رو به عنوان به اصطلاح پیش شرط مذاکره مطرح میکنه. این پیش شرط مذاکره وقتی که مطرح میشه در این زمینه که باید شما باید وضعیت حضور خود در عمر در افغانستان باید نیروهای تانه در یک جدول زمانی مشخص بزنید، یک در دستاورد کلان برای طالبان محسوب میشه و بدون تردید از لحاظ تحلیل سیاسی و تحلیل نظامی به اصطلاح یک دستاورد کلان برای طالبان یک چانس بزرگ برای طالبان داده، و تا این مرحله کار آقای خلیلزاد وقتی هم موضوع گزینه نظامی هم مطرح میشه در عرض مذاکره و امثال ذلك، این دلیلی بر مو به اصطلاح شکست همین مذاکره است. بله ممنون از شما. آقای اکبرزاده، تا چی حد اون پیشنهاد ایالات متحده آمریکا و به ویژه آقای خلیلزاد برای طالبان مناسب است، این که هرگاه این پیش شرط ها را شما مطرح میکنین بیاین با حکومت افغانستان صحبت کنین؟ پنج چیز طالبان را بسیار تقریبا موقفش بسیار بلند برد، و این عوامل باعث شد که طالبان فعلا به بدون پیش شرط ها هیچ راضی نمیشه. اولی که خلیلزاد شاید مخلصانه دویده باشم، بسیار تیز دویدن خلیلزاد که هر طرف می دوید به خاطر صلح، طالبان یک نوع جرأت گرفت که امریکایی‌ها شکست خورده، امریکایی‌ها ورخطا است و از افغانستان بیرون میشه، یک جرأت برشان داد. دوم عذر زاری حکومت افغانستان که همیشه دامن خود دراز میکرد و که با ما بشینین، ای هم همون موقف طالبان را بسیار بلند برد. با داخل احزاب که میگفتن که با دولت گپ نزنین، بیا با ما گپ بزنین، این هم برای طالبان یک نوع جرأت داد، و طالبان فهمید که در افغانستان هم دوگانگی است داخل افغانستان. احزاب به یک نظر است و خود دولت به نظر دیگه. اعلان ترامپ که 7000 نفر از افغانستان میکشیم، این جرأت دیگه بود،
و تعیین تیمی بسیار آخر که رئیس جمهور تعیین کرد و مکمل کامل که اونا میگفت که ما به دولت گپ نمیزنیم با وجود او تیم دولتی را برنامه بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با این موضوعات که شما اشاره کردین میان برنامه کوتاه داریم. ادامه برنامه و آقای اکبرزاده ادامه حرفای شما در رابطه با آن چی که باعث شد طالبان امروز از موضوع قدرت حرف بزنند. چهارمش تعیین تیم دولتی، در حالی که طالب همیشه صدای خود بلند میکرد که ما دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسیم، با اونا مذاکره نمیکنیم، برای دولت لازم بود تیم مذاکره کننده را از مردم ملی، از ملت تشکیل میداد که تا هیچ بهانه برای طالب نمیماند. وقتی که تیم تعیین کرد و اوزنا از ابتدا تا آخر میگفت که ما به دولت نمیشینیم، این هم نقطه ششم ضعف است. نقطه هفتم ضعف بالاخره که طالبان میگفت که ما با امریکا مذاکره میکنیم با حکومت افغانستان، نه، امریکا حاضر شد که با اونا مذاکره بکنه. یک دو سه مذاکره اونا یک قوت دیگر برای طالبان بخشید که با حکومت افغانستان نادیده گرفت و تنها از روی میدیا و خلیلزاد صاحب که میگه کدام حقایق میگه کدام حقایق تلخ نمیگه، ما در پشت پرده هیچ خبر نمیشیم. این هم برای طالبان قوت داد. و چهارمش آخرش چی هفتمش که بالاخره خلیلزاد از جنگ گپ میزنه، به نظر ما که یک امید بسیار کلان بود و خلیلزاد بسیار تکلیف و زحمت کشید، نباید از جنگ در این مراحلی که همه مردم امیدوار هستند که طرف صلح نزدیک شدیم، از جنگ زیاد گپ زدند برای یک کسی که مذاکره کننده است و به ارتباط صلح تپ و تلاش داره. سخن جنگ حکومت افغانستان، وزارت دفاع، وزارت داخله برای اینا لازم است. برای کسی که مذاکره کننده است تاخیر باید سری مذاکره و صلح تاکید بکنه. امیدوار هستیم که خلیلزاد ایوازی یک مذاکره کننده نه، ایوازی ای که من حیث یک وزیر دفاع و وزیر داخله حرف از جنگ بزنه یا حرف از جنگ امریکا بزنه. من که وزیر دفاع امریکا ای سخن بگوید تا وزن خلیلزاد جای خود باقی بمانه که این انسان یک مذاکره کننده اصلی و قوی است، تا بالاخره که سر نخ پیدا نکنه اعلان میته به هر مملکت میره، هر دروازه را تک تک میکنه، به چین رفتن، به هندوستان رفتن، به عربستان رفتن، به پاکستان، به ممالک مختلف سفر کردن. بالاخره صلح یک چیزی است که آدم از آوردن صلح باید خسته نشوه. ایرا دین هم امر میکنه که در دیگه مذاکرات نشستن متواتر خوب نیست، اما به ارتباط صلح اگه هزار بار هم بشینه دی برکت است. آقای ناصری، قبلا گفته شده بود که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره. بارها حکومت افغانستان هم اشاره داشته، ایالات متحده آمریکا هم به این مسئله اشاره داشته، ولی حالا دوباره این خانزی هستن که اعمال فشار شود از راه نظامی بالای طالبان. یا فکر میکنین که در این گفتگوها یک نوع سردی به میان آمده در رابطه با تلاش های برای گفتگوهای صلح؟ خب قبل از این میخوایم یک نکته دیگر را خدمتان یادآوری بکنیم که چرا آقای خلیلزاد به همی عجله وارد میدان شد به عنوان نماینده و اسپیشال آنوای به اصطلاح وزارت امور خارجه آمریکا که بیای مستقیما بدون مشوره حکومت، یعنی بدون مشوره قبلی سران حکومت افغانستان خودت به این وادی برسه. او فقط اونمو بود که یک مرتبه ما و شما دیدیم که روسیه بسیار قوی وارد عرصه موضوع کانفلیکت و منازعه افغانستان شدن، بله، و سرانجام اونا تلاش کردن. و در این قسمت یک از اشتباهات بزرگ آمریکایی‌ها در این مقطع زمانی و عبارتی از این بود که فشار خود نسبت به پاکستان که قول داده بود اول به اصطلاح فشار وارد کرده بود، از اونجا اینا صرف نظر کردن و آمدن این تغییرات در همون سیاست استراتژیکی که نسبت به آسیای مرکزی و جنوبی داشتن اینا این تغییرات وارد شد. اینا میرسیم به این موضوع که به اینجا رسیده، بدون تردید او چیزی که فرضاً گفته میشه که جنگ برندگی نداره، سرانجام باید مذاکره شود، این قانون برخوردها و منازعات در سطح بین المللی در تاریخ های متعدد بوده، این یک قانون کلی است که سرانجام باید قضیه روی میز مذاکره. اما در این مقطع زمانی بسیار اشتباهی بزرگی را مرتکب شدن آمریکایی‌ها، همونطوری که من خدمت شما تحلیل کردم و یادآوری کردم. و بالفعل شما ببینید وقتی که میه به اینجا تکیه میکنه، بر میگرده به همون نقطه اول. این اول از لحاظ نتیجه بخشیدن این مذاکره با کمال تأسف بسیار دردآور به اسلام مایوس کننده است، با اینکه زمینه‌های امیدواری مطرح شده بود. و بعد
بالفعل وقتی که آمده فیصله میکنن با حکومت افغانستان، حکومت افغانستان مجبور و مکلف از افغانستان دفاع کرده، قربانی داده و خدا رحمت بکنه کل شهدای ملت مسلمان افغانستان، از عزت افغانستان دفاع کرده و غیر از دفاع دیگه چاره هم نداره. اما در این بخش زمانی که وقتی در به اصطلاح در عرض مذاکراتی که آقای خلیل‌زاد اینجا با طالبا نشان میده و دوام میده، باز یک مرتبه با حکومت افغانستان میاین ایره به اصطلاح جهانی میسازه و علنی میسازه که ما به این نتیجه رسیدیم. یعنی معنای یعنی همیست که همزمان با مذاکره و دوام مذاکره در هر کجایی که باشه ما فشار نظامی را باید تشدید بکنیم، به علت از اینکه تمام به اون امیدواری هایی که زمینه هایی که وجود داشت دیگر تبدیل به نقطه منفی شده و یه شده. از این جهت است که این کار بسیار کاری دشواری خواهد بود و از اول باید یک خط مشخصی و استراتژی مشخصی خود دنبال میکردن که متاسفانه خوب بازی نشدن. در این قسمت جدا باید آمریکایی‌ها شکست خود بپذیرن. بله آقای اکبرزاده، در رابطه با این که دیدگاه مشخص وجود داره و تقریبا همه به این دیدگاه موافق هستند که طرف طالبان حکومت افغانستان است، پیش شرطهایی را که طالبان در گفتگو با ایالات متحده آمریکا مطرح می سازه، حکومت افغانستان می تونه تنها اون پیش شرط ها را برآورده بسازه. حالا چی کار باید شوه که طالبان راضی شوند به این که بیان گفتگوی رو در رو با حکومت افغانستان داشته باشند؟ در حقیقت طرف مقابل طالبا مردم افغانستان است، نه آمریکا. احصای سال گذشته رو شما خوانده باشین از طریق تلویزیون شما که تقریبا یک بر هزارم حصه در این جنگ هایی که در طول سال صورت گرفته امریکایی‌ها و خارجی‌ها تلفات ندیده. در صورتی که تلفات و ایرانی از مردم افغانستان باشه، پس طرف مذاکره هم مردم افغانستان است و حکومت افغانستان است. ما فکر میکنیم که طالبان در این عرصه فعلی و در این شرایط پیچیده سیاسی به این پی برده باشه که در نتیجه جنگ ها پیروزی برای طالبان بسیار مشکل است. بله. اگر 40 سال دیگه حکومت افغانستان از چی موقف میتونه حداقل وارد همین مذاکرات شوه که طالبان متقاعد به این شوند که طرف اصلشان حکومت افغانستان و مردم افغانستان است؟ به نظر ما که ملت تقریبا نادیده گرفته شده، مثل که یکی از نکات ما برتان گفتیم که یک تیم ملی صلح یک پروسه ملی است، این پروسه دولتی نیست، تنها با حکومت ارتباط نداره. مردم افغانستان از حکومت که اضافه تر تشنه صلح است. تلفاتی که میبینن مردم ملکی ما و شماست و کسی که متضرر میشه مردم اطراف ملکی ما و شماست، نه حکومت به اندازه. به نظر ما که حکومت صدا بکنه سری ملت، ملت ای بار به پا بخیزه و برای طالبا در مقابل طالبا ایستا شو که شما خود مقابل ما میجنگین، تلفات جنگ ما هستیم، کشته ما میتیم و ایرانی را ما متحمل میشیم، شما با امریکایی که مذاکره میکنین چرا با برادرهایتان مذاکره نکنین؟ به نظر ما که یک تحریک ملی در افغانستان برانداخته شوه، مثل که امروز در خود شما دیدیم که بعضی مردم تقریبا یک جلسه بسیار بزرگ جور کرده بود و خواهان صلح بود، تا که ملت خاموش باشه و حکومت و با طالبان با حکومت مذاکره نکنه و مردم ملکی ما یا مردم عوام ما خاموش بشینه، یعنی به جنگ ادامه پیدا میکنه و ادامه جنگ بسیار ویران کننده است. به نظر ما که هم حکومت تنازل بکنه، در تیم خود اصلاحات بیاره، یک تیم ملی را جور کنه که در مقابل او تیم طالب انکار کرده نتانه از مذاکره با او تیم و از طرف دیگه ملت کمی که بیدار شوه. چرا مواد سوخت ملت است؟ ملت هم بپا بخیزه و وقتی که ملت بپا بخیزه ما متیقین هستیم که انشاءالله بالاخره طالبان به صلح راضی میشوه. شاید به مردم افغانستان اگه به حکومت نمیشینه و مذاکره نمیکنه، بالاخره مجبور شوه که به مردم افغانستان مذاکره کنه. آقای ناصری، دخیل شدن چین، ایران و روسیه و جمعی از کشورهای منطقه در روند گفتگوهای صلح افغانستان چقدر به نفع این گفتگو هست؟ آیا این روند تسریع میبخشه و یا به شکل صدمه میزنه؟ روسیه متعدد مسلمه که بسیار زمان گیر است. چرا؟ به علتی از اینکه موتیو و انگیزه هایی که به فرزن هر یک از کشورها نسبت به مسائل افغانستان و این جنگ خونریزی جاری در افغانستان که معلول پدیده دخالت تعدادی از کشورها هست، با کمال تاسف این برای ملت افغانستان طولانی مدت میشه و آدرس های متعدد باز زمان گیر است، زمان بر است و به این زودی ها نمیشه که به اصطلاح آدم قضاوت بکنه که بر نفع مذاکره و
در راستای تحقق سلطه افغانستان است. از این جهت است که آقای خلیلزاد همی که دور میزنه، شما ببینید به اندازه قطعا و مسائلی که چین مطرح کرده با آقای خلیلزاد پشت پرده، هر چیزی که گفته با موضوعات دیگری که فرزن دهلی نو مطرح میکنه، پاکستانی ها مطرح میکنه، عربستان سعودی مطرح میکنه، قطر مطرح میکنه، ابوظبی مطرح میکنه، این بسیار بسیار و ایران مطرح میکنه، این بسیار کار دشوار میکنه. از این جهت است که این آدرس های متعدد در نفی مذاکرات صلح نیستن. این یک موضوع. موضوع دوم او را تاکید میکنه که بله، مالکیت مذاکره و صلح قطعا متعلق به مردم افغانستان، حکومت نماینده مردم افغانستان، اما با کمال تاسف که تا هنوز احزاب سیاسی ما به سر منافع ملی نیامده، یک جا مشترکاً موضع نگرفته، یعنی به اصطلاح موضع گیری حکومت را و نماینده مردم واقعا تاثیر کرده. نماینده مردم افغانستان است، بلی اینکه طالبان تا هنوز آماده گفتگو با این حکومت نیستن. خب فشار، یعنی ما خدمت شما یادآوری کردم، اون فشار لازمه یک مرتبه اوج میگیره، باز میبینیم که به اصطلاح زیگزال بندی میشه و عقب نشینی میکنه و آمریکایی‌ها اشتباهات دیگر، یک اشتباهات به اصطلاح تاکتیکی نباید بپنداره، بلکه واقعا اشتباه استراتژیک است. دقیقا ما فراموش نکنیم اون استراتژی مهمی که پاکستانی‌ها مشخص کرده، در اون خط نقطه پایانی آمریکایی‌ها وقتی که امر دایر میشه با افغانستان و با پاکستان، یه باید ما باور داشته باشیم و اگر باور نداشته باشیم دچار اشتباهات بزرگ میشیم. به هیچ وجه در صورت دایر شدن امر بین افغانستان و پاکستان، آمریکایی نمیتونه پاکستان رو نادیده بگیره. آقای اکبرزاده، شما موافق حرفای آقای ناصری هستین که آدرس های متعدد میتونه که صدمه وارد کنه به این روند و نفع بیشتر نداره؟ کشوری بسیار خرد و غریب افغانستان که هم به ارتباط مسئله صلح روس میخواد که مفادات خود بگیره، چین میخواد مفادات خود بگیره، پاکستان میخواد که مفادات خود در صلح بگیره، ایران میخواد که بگیره. این برای کشور خرد بسیار مشکل است که هم آمریکا را قانع بسازه و هم چهار کشوری که اطراف افغانستان به ارتباط یکی در مقابل آمریکا یا پشت پرده حامی طالبان هستند، بسیار مشکل است که افغانستان برای همهشان امتیاز بده و خودشان هیچ سخن نداشته باشه، هیچ امتیاز نداشته باشه، هیچ در مذاکره نشینه. ما شما تنها از طریق میدیا میشنویم چی شد در چین، چی شد و در هندوستان چی گفته داده شد و در پاکستان. شاید 1-2% برای ما برسه و 80% از ما پنهان باشه. نامناسب است و غیر عادلانه است که این ممالک همسایه افغانستان به این ترتیب نادیده مردم افغانستان میگیره و هر کس در پی پیدا کردن مفادات خود باشه و مسئله افغانستان پیچیده و به درازا بکشه که برای خود مردم افغانستان حال و شاری به کار است. ما که گفتیم که سری ملت صدا شوه، ملت تقریبا نادیده گرفته شده و ملت باید بیدار شوه که اگر این ممالک در بین خود به نتیجه نمیرسه، بالاخره متوانش مردم افغانستان میبینه، باید مردم افغانستان هم در این مرحله با پا بکشه. موسی خان اکبرزاده، والی پیشین غزنی، و آقای غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان کشور، ممنون از حضورتان به برنامه و ممنون از شما که بیننده فراخبر بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.